سلام دوستان عزیز، در خدمت شما هستم امروز با بررسی پیپ فالکون. در واقع اوایل دهه 30 میلادی بود که فلز آلومینیوم وارد صنعت پیپ سازی شد. حرارت رو به خوبی به خودش جذب می کرد، سبک بود و شکل مدرنی به پیپ ها می داد. یکی از اولین تولید کننده ها کریستین بود که تو عکس میتونید نمونه هایی از پیپ هاش رو مشاهده کنید و سایتشون رو هم براتون میذارم تو قسمت توضیحات که برید یه سری بهشون بزنید. پیپ های فالکون حدود سال 1936 ساخته شدند، سال 1940 وارد بازار شدند و پتنت خودشون رو هم سال 1947 فایل کردند. یه قسمتی از این پتنت رو با هم میبینیم توی عکس. پیپ فالکون هم خیلی شبیه پیپ های کریستین بود ولی بسیار سبکتر بود. همین باعث میشد که حرارت رو راحتتر منتقل کنه و در نتیجه دود خنکتری داشته باشه. روش بسته شدن کاسه روی پیپ و جمع شدن رطوبت در این قسمت کاسه و جذب رطوبت توسط این فیلتر هم باعث میشد که دود خشکتری رو در پی داشته باشه. قیمت یک پیپ فالکون تو سالهای 1960 تقریبا یک چیزی حدود 5 دلار بوده، همینطور که تو عکس مشاهده میکنید که به قیمت امروز تقریبا همون 50 دلار هست و پیپ فالکون هم الان همین قیمت رو داره. در نتیجه قیمتش تغییری نکرده ولی کیفیتش رو نمیدونم. خب پیپ فالکونی من از اون زمان در دست ندارم ولی احتمالاً اون زمان کیفیتش بهتر بود. پیپ های آلومینیومی تو دهه 50 و 60 داشتن طرفدارهای خاص خودشون رو پیدا میکردن. توی سال 1960 فالکون ماهی 40,000 تا پیپ تولید میکرده، سال 1963 ماهی 80,000 تا پیپ تولید میکرده و در این بین برندهای مختلف دیگه هم با توجه به سیستم فالکون شروع به تولید کردن که چند نمونه از اینها رو با هم تو عکس میبینیم. هر کدوم از این برندها چند سالی تونستن تو بازار دووم بیارن ولی احتمالاً چون موفقیت زیادی کسب نکردن امروز دیگه خبری ازشون نیست. ولی امروز به غیر از فالکون برندهای دیگه ای مثل رادیاتور، نوردین سعی میکنن که یه سهمی از بازار پیپ های آلومینیومی داشته باشن. در کل نکات مثبت پیپ فالکون شامل این میشه که قیمت بسیار مناسبی داره. شما با حدود 50 دلار میتونید یه پیپ فالکون بخرید و داشتن کاسه در سایز ها، رنگ ها، مدل ها و متریال مختلف یکی از قابلیت های خوب پیپ های فالکون هست که شما با حدود بین 15 دلار تا 40 دلار میتونید کاسه های متفاوتی برای پیپ خودتون تهیه کنید و تو بدترین حالت اگه که کاسه پیپتون رو سوزوندین با یه قیمت خیلی کم میتونید یه کاسه جدید تهیه کنید و از پیپتون لذت ببرید. همینطور که میبینید این یک کاسه از جنس میرشام هست که مخصوص پیپ فالکون ساخته شده. یه زمانی تمام برندهای مختلف سعی میکردن که برای پیپهای فالکون کاسه تولید کنند مثل کاسه از جنس ذرت. یکی از نکات مثبت دیگه پیپ های فالکون اینه که اگه مثل من یه خورده وسواسی باشید راحت میتونید کل دسته پیپ رو زیر شیر آب بگیرید و با خیال راحت بشوریدش و البته دود خشک و خنک و فیلتر ارزون قیمتی که خودتون میتونید با نخهای نظافت بسازید باز هم از مشخصه های خوب پیپ های فالکون هست. و یک نکته مثبت دیگه هم که پیپ فالکون داره اینه که شما اگه از این رنگ خسته شدید میتونید راحت بدید آبکاری کنن براتون. فکر کنم
با حدود 50,000 تومان تو ایران الان شما میتونید روکش طلا بذارید روی این پیپ فالکونتون و ظاهر خیلی شکیلی به خودش میگیره. و اما از نکات منفی پیپ فالکون میتونم بهتون بگم که جدا نشدن استم هست، استم چسبیده به شنک و جدا نمیشه. فینیش کار خیلی تمیز نیست، نمیدونم تو عکس میتونید توی فیلم ببخشید میتونید مشاهده کنید یا نه، فینیش کار خوب نیست. این قسمت استم که چسبیده به شنک دقیق نیست و ظاهر پیپ یه ظاهر پیپ خیلی ارزون قیمتی است و خیلی شکیل و تر و تمیز ساخته نشده. و همینطور کاسه هام بعضن زدگی های مختلفی روشون دیده میشه، البته شاید بتونیم به خاطر قیمت کم کاسه از این مورد چشم‌پوشی کنیم، ولی در کل میتونم بگم که پیپ های فالکون برای تازه کارها به خصوص بسیار پیپ خوبی هست، هم قیمت مناسبی داره، هم اگه که به خاطر اشتباه در کشیدن پیپ کاسه رو سوزوندن هزینه زیادی رو از دست ندادن و میتونن با یه هزینه اندک دوباره یه کاسه جدید برای خودشون تهیه کنن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.